اسیر عنوان آلبومی است در سبک پاپ در بازار موسیقی وارد شد، اما پخش گسترده آن در سوپرمارکت ها و البته نام خانوادگی صاحب اثر یعنی قمیشی که شباهت بسیار دارد به نام خانوادگی سیاوش قمیش باعث شده کنجکاوی مخاطبان برای شنیدن قطعات این آلبوم دوچندان شود. جالب اینجاست علیرضا قمیشی خواننده این آلبوم نیز با یک ترفند تبلیغاتی نام خانوادگی خود را بر روی استندها و پوسترهای تبلیغاتی این آلبوم با فونتی چند برابر فونت نامش درج کرده تا بدین واسطه بتواند فروش آلبومش را بیشتر کند و کم نبودند رهگذرانی که با دیدن نام قمیشی بر روی این استندها این حدس در ذهنشان به وجود آمده که نکند در کنار حبیب محبیان سیاوش قمیشی هم به ایران آمده و توانسته مجوز فعالیت در داخل را هم دریافت کند. اما واقعیت این است که آلبوم مذکور چندین سال برای دریافت مجوز انتشار در ارشاد مانده و آلبومی است از فرزند پسر سیاوش قمیشی، پسری که حاصل ازدواج سیاوش قمیشی با لیلا وسال بوده و متولد 1349 در تهران است. جالب اینجاست علیرضا در تمام این سالها در هر محفلی که حضور یافته کوشیده با صحبت درباره این موضوع که پدرش کیست عیار هنری خود را بالا ببرد، اما نه فقط سیاوش هیچگاه علیرضا را به عنوان فرزند خود قبول نداشته که حتی چند سال قبل در گفتگو با یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان از این موضوع سخن گفته که هیچگاه علاقه‌ای به تولد این فرزند نداشته است. قضیه وقتی شکل تأسف بارتر به خود میگیرد که علیرضا قمیشی در آلبوم اسیر دو قطعه از آثار سابق پدر را بازخوانی کرده و حتی برای به دست آوردن دل پدر یکی از قطعات آلبوم با نام درد دوری را هم به پدر تقدیم کرده. اما بلافاصله پس از انتشار این آلبوم پدر طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند که تحت هیچ عنوان امتیاز هیچ اثر هنری خود شامل ملودی، آهنگ و تنظیم را به هیچ خواننده و هنرمند ایرانی واگذار نکرده و هر نوع اجرای مجدد، کپی کردن، انتشار و حمایت‌های غیر اصل دستبرد هنری محسوب می‌شود و این یعنی اینکه انتشار آلبوم اسیر توسط شخصی به اسم علیرضا قمیشی دست برده هنری محسوب می شود.